همین شهر تهران در زیر آتش موشک‌های شبان روزی دشمن می‌سوخت. ما موشک نداشتیم، وسیله دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمون رو هم بگذاریم تماشا کنیم. امروز جوانان ما توانستند به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره. جلوه دیگر از توانمندی، محصولی استراتژیک، ثمره تلاش متخصصان و نخبگان جوان ایرانی. یک آسمان اقتدار با پیشرفته ترین سامانه بومی پدافند هوایی در سال رونق تولید. سامانه پدافند هوایی باور 373. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، صنایع دفاعی در ایران تنها به تولید سلاح‌ها و مهمات سبک مثل فشنگ ژسه و فشنگ سلاح‌های کمری محدود می‌شد. حضور هزاران مستشار نظامی آمریکایی باعث گردید که آنها حق هر گونه ابتکار و خلاقیت را از نیروهای داخلی سلب کرده و اداره امور نظامی ایران حتی تعمیر و نگهداری ادوات را رأساً بر عهده گیرند. با پیروزی انقلاب اسلامی شرایط متحول شد. قطع وابستگی نظامی و در پی آن اخراج مستشاران خارجی گام‌های مهم این تحول بود. من یادم نمیره در اوایل انقلاب وقتی که مستشاران کشورهای دیگه ایران اسلامی ما رو ترک کردن، به این امید بودن که جمهوری اسلامی ایران، میدونید پدافند هم یک نیروی تجهیزات محور هستش، و گفتن که اینها دیگر توان استفاده از این سامانه ها رو ندارن. اما همه این تغییر و تحولات با شروع جنگ تحمیلی چهره جدیدی به خود گرفت و این چنین ساخت بسیاری از سلاح هایی که قبل از انقلاب اسلامی نه تولید می شد و نه اجازه تولید آن به ایران داده می شد از رهگذر دفاع مقدس و تحریم های مختلف اقتصادی و نظامی در داخل کشور آغاز گردید. با توجه به اهمیت راهبردی و خاص صنعت موشکی در میان صنایع تسلیحاتی و لزوم تقویت و ارتقاء این صنعت برای پاسخگویی به نیازهای دفاعی کشور، تشکیل سازمان صنایع هوافضا در وزارت دفاع ضروری تشخیص داده شد. به دنبال تأسیس این سازمان به دستور فرماندهی معظم کل قوا در 13 آبان ماه سال 1377، کلیه صنایع و ظرفیت‌های فعال در حوزه طراحی و ساخت موشک‌های پدافند هوایی به عنوان یکی از زیر مجموعه های سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع در قالب یک گروه سازماندهی و ساماندهی گردیدند. بخشی از جدیترین ضرباتی که ارتش بعث ایران در روزهای آغازین جنگ تحمیلی به ایران وارد میکرد از طریق حملات هوایی بود. از همان زمان لزوم برخورداری از پدافند هوایی
به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای متخصصان صنایع دفاعی کشور تبدیل شد. پدافند هوایی موشکی ایران در سالهای نخست فعالیت از دو موشک MIM-23 هاوک با برد 40 کیلومتر و HQ-2 با برد 34 کیلومتر در رده میان برد بهره می برد. پدافند مطلقاً نباید مورد غفلت قرار بگیرد. باید آسمان کشور را جوری حفظ کنیم که اطمینان آور باشد. ما همیشه این حرف رو زدیم و میزنیم که میگیم آنچه که بلان دستاورد در جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی به دست میاد هیچگاه به منظور تهدید همسایگان ما نیست. این ما یک ظرفیتی برای تأمین امنیت منطقه و حالا همسایگان خودمون تلقی میکنیم، ولی مشخصاً این گونه است که کسانی که دشمنان ما هستند همواره ما رو به حساب آوردن. این مهمه، یعنی پذیرفتن که اگر ما ادعای کردیم واقعیت سی وجود داره. در دهه 1380 با بروز جنگ در افغانستان و عراق و ظهور تهدیدات جدی پیرامون کشور، بازنگری در مجموعه پدافند هوایی کشور سرعت گرفت که در نهایت به تفکیک بخش پدافند هوایی از نیروی هوایی ارتش و تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا و مدیریت یک پارچه و متمرکز پدافند هوایی نیروهای مسلح انجامید. در سالهای آغازین دهه 80 بر اساس نیاز نیروهای مسلح، ساخت سامانه ها و موشک های پدافند هوایی در سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع وارد فاز جدیدی از سیر پیشرفت خود شد و با بکارگیری جوانان نخبه و بهره‌مندی از ظرفیت های علمی و دانشگاهی کشور به طراحی و ساخت سامانه های بومی برد کوتاه، متوسط و نهایتاً برد بلند انجامید. در حوزه برد کوتاه با ساخت سامانهای 11 رای 3 و 5 و در برد متوسط با طراحی و تولید سامانهای پدافند هوایی مرساد و موشک شلمچه و تحویل آن به نیروهای مسلح، گام بلندی در جهت رفع نیازهای پدافندی کشور برداشته شد. دستاوردها در این زمینه ساخت رادارهای آرای فازی در صنایع الکترونیک وزارت دفاع و تحول اساسی در سامانه‌های کشف، ردگیری و جنگ الکترونیک است که سامانه‌های پیشرفته 15 خرداد و باور 373 از این جمله محسوب می‌شوند. با توجه به وجود تهدیدات هوایی در بردهای مختلف کوتاه، متوسط و بلند، وجود سامانه‌های پدافندی موشک در هر یک از این رده‌ها برای مجموعه پدافند هوایی لازم بود. همین امر متخصصان کشور را بر آن داشت
تا علاوه بر طراحی و ساخت سامانه‌های برد کوتاه و متوسط، با توجه به کمبودهای ذاتی سامانه S200 به عنوان تنها سامانه برد بلند کشور و عدم تحویل سامانه S300 که قرارداد خرید آن در سال 2007 میلادی منعقد شده بود، به طراحی سامانه‌های مورد نیاز در رده برد بلند نیز اقدام نمایند. این چنین بود که سامانه پدافند هوایی موشکی باور 373 متولد شد. در سال 2009 این احساس شد که تقریبا اراده جدی برای دادن این سامانه به جمهوری اسلامی ایران نیست. از همون موقع یک حلقه فکری در وزارت دفاع و یک حلقه فکری در قرارگاه پدافند هوایی تشکیل شد. حلقه های فکری که حتی یک برگ سند از سامانه های پیشرفته برد بلند اون روز در دنیا رو نداشتن، سامانه ای نداشتن، هر اون چه بود در ذهنشون بود. وزارت دفاع دنبال کند قرارداد S300 را، ولی به طور جدی برون دنبال ساخت و تولید در داخل. این مایه اقتدار است، چنانچه موشک زمین به زمین را خودمان دنبال کردیم و ساختیم. برد و ارتفاع بلند و خودکششی با قابلیت استفاده در تمامی ارتفاعهاست که در دفتر طراحی مشترک متشکل از سازمانهای صنعتی وزارت دفاع با محوریت سازمان صنایع هوافضا طراحی و ساخته شده است. تردیدها و نگرانی هایی که در ابتدای کار وجود داشت به دو دلیل بود. هم به دلیل پیچیدگی سامانه هایی که در این سامانه بزرگ بعد ایفای نقش میکرد و طبیعتاً بلافاصله بعد از این موضوع مدیریت پیچیده‌ای که همچه پروژه بزرگ و پیچیده‌ای نیاز داره. یک سازمان صنعتی به تنهایی نمیتوانست این پروژه را انجام بده و چند تخصصی بود، چند رشته‌ای بود و دفتر طراحی مشترک به عنوان نهادی که طراحی فنی و تقسیم کارهای فنی و تعاملات فنی را انجام بده شروع به کار کردن. کارکرد درست این مجموعه ها بود که امروز الحمدلله به عنوان یک تجربه شیرین از این موفقیت بزرگ یاد میکنیم. لازم بود که یک همه توان وزارت دفاع بیاد توی کار، چون از یک طرف ما باید همه چیزش هم در داخل میساختیم، یعنی موشکش، رادارش، لانچرش، ماشین های حمل و نقلش، و خب اینا هر کدوم هم برای خودش یک حوزه عظیمی بود. بحث انرژی اون و اینها یک حوزه. Thank you.
شده در دنیا مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و در نتیجه سامانه‌ای با امکانات متنوع از نظر مأموریتی پدید آمده است. به طور خاص در مقایسه با سامانه S-300 باور S-373 توانایی درگیری با اهداف متنوعی را دارد که این به دلیل ماهیت متفاوت تهدیدات پیش روی آسمان ایران است. باور 373 علاوه بر توانایی درگیری با اهداف آیرودینامیک نظیر هواپیما، توانایی درگیری با موشک‌های بالستیک، کروز و انواع موشک‌های دیگر را داشته و انهدام اهداف با سطح مقطع راداری پایین به طور ویژه در طراحی آن مورد توجه بوده است. این سامانه علاوه بر مقاومت بسیار بالا در برابر اخلال‌های الکترونیکی دشمن، توان درگیری همزمان با چندین هدف را دارد که به مدد فناوری‌های جدیدتر و زیر سامانه‌های توانمندتر و تعداد زیاد موشک‌های آماده پرتاب حاصل شده است. سامانه باور 373 علاوه بر امکان اتصال رادارهای هشدار زود هنگام از رادارهای مختلف نیز در آتشبار خود بهره می‌برد و قابلیت مجموعه شدن با شبکه یک پارچه راداری کشور را دارد. برد کشف هدف در این سامانه بیش از 300 کیلومتر است و با پیشینه سرعت هدف 2800 متر بر ثانیه این توانایی را دارد که در زمان واکنش بین 5 تا 7 ثانیه با 6 هدف از 100 هدف شناسایی شده درگیر شود. اثبات و نمایش فناوری این محصول، این سیستم سلاح، قبل از تحمیل گیری نمونه مشابه خارجی صورت گرفته و این یه موضوع فوق‌العاده جالب و نظر تاریخی و با اهمیته و میشه گفت که قطعا یکی از چند فعالیت دهه اخیر که موجب ارتقای غرور ملی میشه در واقع وقتی اطلاع رسانی بشه در این زمینه، ما این ویژگی رو هم در این محصول داشتیم. بدون اغراق و بدون تعصب واقعا این رو عرض میکنم، هر کسی که مطلع باشه از در واقع نحوه مدیریت این موضوع در ابعاد مختلف، حتما اذعان خواهد کرد که یک کار افتخار آمیز صورت گرفته. از زمانی که ما تصمیم گرفتیم در واقع این ایده رو پذیرفتیم که بریم به سمت یک چنین کاری، تا به امروز حدود 8 سال در واقع صرف زمان شده با همه این مسائلی که عرض کردم، محدودیت ها، تحریم ها و موضوعات مختلف. این یک زمان بسیار خوبه در مقایسه با سامانه های مشابه. فکر میکنم که تقریبا زمان رو ما نصف کردیم. این زمان بسیار بسیار خوبی است. به لحاظ مدیریت فکر میکنم که یک اتفاق بسیار مبارک افتاده و اون هم اعتماد به نیروی جوان وزارت دفاع در این حوزه، در سازمان هوافضا و همه سازمان‌هایی که درگیر این موضوع هستن. این یک سرمایه بزرگ برای مجموعه ایجاد کرده. انشالله از حاصل علم و تجربه این نیروی انسانی که این کار رو انجام داده سالیان متمادی استفاده خواهد شد. ما الان هیچ نیازی به هیچ کشوری در ساخت سلاح و تجهیزات در هیچ زمینه، چه در بحث کشف و راداری، چه در بحث سلاح و درگیری دیگه نداریم. باور گام بلند صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران در 40 سالگی پیروزی انقلاب است. گامی که در سال رونق تولید حکایت از شکوفایی علمی و صنعتی ایران اسلامی دارد. باید از این درس‌های زیاد گرفت. هیچ راهی بر ما بسته نیست. هیچ چیزی نیست در دنیا که ما نتوانیم بهش دست پیدا کنیم.
هیچ ضرورتی ندارد که ما در حوزه‌های نظامی وابسته باشیم که نیستیم. من اعتقاد دارم که سامانه باور 373 در 2 سال آینده از اونچه که امروز تحویل پدافند هوایی کشور خواهد شد بسیار بالاتر و پیچیده تر خواهد بود که حتی قابل مقایسه با S-400 و S-500 هم نباشه. توانمندی نظامی و دفاعی کشور بدون شک یکی از مهمترین محورهای راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با انواع تهدیدها است و در این میان توان پدافند موشکی به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده تهاجم نظامی به شمار می رود. جمهوری اسلامی ایران که از قدرت‌های موشکی جهان و منطقه غرب آسیا شناخته می شود، همینک با دارا بودن طیف متنوعی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی، یکی از امن‌ترین آسمان‌های جهان را دارا می‌باشد. پیام ورود این مجموعه به سازمان پدافندی ما این خواهد بود که آسمان ما امن‌تر خواهد شد و دشمنان ما با مشکل جدی‌تر تصمیم‌گیری برای هم اقدامی مواجه میشن و این یعنی بازدارندگی. هم خدا رو شاکریم، هم میبالیم به این که در یک چنین کاری هر کدوم از ما سهمی داشتیم و یک محصول با ارزشی رو تقدیم ملت عزیزمون کردیم که انشالله امنیت اونها رو به میزان قابل توجه ارتقا خواهد. سرافرانس باشی میهن من. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.